ماهی سیاه کوچولو، نوشته صمد بهرنگی، قسمت اول. شب چله بود. ته دریا ماهی پیر 12,000 تا از بچه ها و نوه هایش را دور خودش جمع کرده بود و برای آنها قصه می گفت. یکی بود، یکی نبود. یک ماهی سیاه کوچولو بود که با مادرش در جویباری زندگی می کرد. این جویبار از دیوارهای سنگی کوه بیرون می زد و در ته دره روان می شد. خانه ماهی کوچولو و مادرش پشت سنگ سیاهی بود، زیر سقفی از خزه. شبها دوتایی زیر خزه ها می خوابیدند. ماهی کوچولو حسرت به دلش مانده بود که یک دفعه هم که شده مهتاب را توی خانشان ببیند. مادر و بچه صبح تا شام دنبال همدیگر می افتادند و گاهی هم قاطی ماهی های دیگر می شدند و تند تند توی یک تکه جا می رفتند و بر می گشتند. این بچه یکی یک دانه بود، چون از 10,000 تخمی که مادر کاشته بود تنها همین یک بچه سالم در آمده بود. چند روزی بود که ماهی کوچولو تو فکر بود و خیلی کم حرف می زد. با تنبلی و بیمیلی از این طرف به آن طرف می رفت و بر می گشت و بیشتر وقتها هم از مادرش عقب می افتاد. مادر خیال می کرد بچه اش کسالتی دارد که به زودی برطرف خواهد شد. اما نگو که درد ماهی سیاه از چیز دیگری است. یک روز صبح زود، آفتاب نزده، ماهی کوچولو مادرش را بیدار کرد و گفت: مادر، میخواهم با تو چند کلمه ای حرف بزنم. مادر خوابالود گفت: بچه جون، حالا هم وقت گیر آوردی؟ حرفت را بگذار برای بعد. بهتر نیست برویم گردش؟ ماهی کوچولو گفت: نه مادر، من دیگر نمیتوانم گردش کنم. باید از اینجا بروم. مادرش گفت: حتما باید بروی؟ ماهی کوچولو گفت: آره مادر، باید بروم. مادرش گفت: آخر صبح به این زودی کجا میخواهی بروی؟ ماهی سیاه کوچولو گفت: میخواهم بروم ببینم آخر جویبار کجاست. میدانی مادر، من ماه‌هاست تو این فکرم که آخر جویبار کجاست و هنوز که هنوز است نتوانستم چیزی سر در بیاورم. از دیشب تا حالا چشم به هم نگذاشتم و همه اش فکر کردم. آخرش هم تصمیم گرفتم خودم بروم آخر جویبار را پیدا کنم. دلم می‌خواهد بدانم جاهای دیگر چه خبرهایی هست. مادر خندید و گفت: من هم وقتی بچه بودم خیلی از این فکرها می کردم. آخر جانم، جویبار که اول و آخر ندارد. همین است که هست. جویبار همیشه روان است و به هیچ جایی هم نمی رسد.
ماهی سیاه کوچولو گفت: آخر مادر جان، مگر نه این است که هر چیزی به آخر میرسد؟ شب به آخر میرسد، روز به آخر میرسد، هفته، ماه، سال. مادرش میان حرفش دوید و گفت: این حرفهای گنده گنده را بگذار کنار، پاشو برویم گردش. حالا موقع گردش است، نه این حرفها. ماهی سیاه کوچولو گفت: نه مادر، من دیگر از این گردش‌ها خسته شدم. می‌خواهم راه بیفتم و بروم ببینم جاهای دیگر چه خبرهایی هست. ممکن است فکر کنی که یک کسی این حرف‌ها را به ماهی کوچولو یاد داده، اما بدان که من خودم خیلی وقت است در این فکرم. البته خیلی چیزها هم از این و آن یاد گرفتم. مثلا این را فهمیدم که بیشتر ماهی‌ها موقع پیری شکایت می‌کنند که زندگیشان را بی خودی تلف کردند. دائم ناله و نفرین می‌کنند و از همه چیز شکایت دارند. من می‌خواهم بدانم که راستی راستی زندگی یعنی این که توی یک تکه جا هی بروی و برگردی تا پیر بشوی و دیگر هیچ؟ یا اینکه طور دیگری هم توی دنیا میشود زندگی کرد؟ وقتی حرف ماهی کوچولو تمام شد، مادرش گفت: بچه جان، مگر به سرت زده؟ دنیا، دنیا، دنیا دیگر یعنی چه؟ دنیا همین جاست که ما هستیم، زندگی هم همین است که ما داریم. در این وقت ماهی بزرگی به خانه آنها نزدیک شد و گفت: همسایه، سر چی با بچه‌ات بگو مگو می‌کنی؟ انگار امروز خیال گردش کردن ندارید. مادر ماهی به صدای همسایه از خانه بیرون آمد و گفت: چه سال و زمانه‌ای شده. حالا دیگر بچه‌ها می‌خواهند به مادرهاشان چیز یاد بدهند. همسایه گفت: چطور مگر؟ مادر ماهی گفت: ببین این نیم وجبی کجاها میخواهد برود. دایه میگوید من میخواهم بروم ببینم دنیا چه خبر است. چه حرفهای گنده گنده ای. همسایه گفت: کوچولو، ببینم تو از کی تا حالا عالم و فیلسوف شده ای و ما را خبر نکرده ای؟ ماهی کوچولو گفت: خانم، من نمیدانم شما عالم و فیلسوف به چه میگویید. من فقط از این گردش ها خسته شدم و نمیخواهم به این گردش های خسته کننده ادامه بدهم و الکی خوش باشم و یک دفعه چشم باز کنم ببینم مثل شماها پیر شدم و هنوز هم همان ماهی چشم و گوش بستم که بودم. همسایه گفت: وا، چه حرف ها؟ مادرش گفت: من هیچ فکر نمی کردم بچه یکی یک دانه ام اینطوری از آب در بیاید. نمی دانم کدام بدجنسی زیر پای بچه نازنینم نشسته. ماهی کوچولو گفت: هیچ کس زیر پای من ننشسته. من خودم عقل و هوش دارم و می فهمم. چشم دارم و می بینم. همسایه به مادر ماهی کوچولو گفت: خواهر، آن حلزون پیچ پیچیه یادت می آید؟ مادر گفت: آره، خوب گفتی. زیاد پاپه بچم می شد. بگویم خدا چه کارش کند. ماهی کوچولو گفت: بس کن مادر، او رفیق من بود. مادرش گفت: رفاقت ماهی و حلزون دیگر نشنیده بودیم. ماهی کوچولو گفت: من هم دشمنی ماهی و حلزون نشنیده بودم، اما شماها سر آن بیچاره را زیر آب کردید. همسایه گفت: این حرف ها مال گذشته است. ماهی کوچولو گفت: شما خودتان حرف گذشته را پیش کشیدید. مادرش گفت: حقش بود بکشیمش. مگر یادت رفته اینجا و آنجا که می نشست چه حرف هایی می زد؟ ماهی کوچولو گفت: پس مرا هم بکشید،
چون من هم همان حرف ها را می زنم. چه درد سرتان بدهم؟ صدای بگو مگو ماهی های دیگر را هم به آنجا کشاند. حرف های ماهی کوچولو همه را عصبانی کرده بود. یکی از ماهی پیره ها گفت: خیال کرده ای به تو رحم هم می کنیم؟ دیگری گفت: فقط یه گوشمالی کوچولو می خواهد. مادر ماهی سیاه گفت: بروید کنار، دست به بچه هم نزنید. یکی دیگر از آنها گفت: خانم، وقتی بچه ات را آنطور که لازم است تربیت نمی کنی، باید سزایش را هم ببینی. همسایه گفت: من که خجالت می کشم در همسایگی شما زندگی کنم. دیگری گفت: تا کارش به جاهای باریک نکشیده، بفرستیمش پیش حلزون پیره. ماهی ها تا آمدن ماهی سیاه کوچولو را بگیرند، دوستانش او را دوره کردند و از معرکه بیرونش بردند. مادر ماهی سیاه توی سر و سینه‌اش می‌زد و گریه می‌کرد و می‌گفت: وای، بچه‌ام دارد از دستم می‌رود. چه کار کنم؟ چه خاکی به سرم بریزم؟ ماهی کوچولو گفت: مادر، برای من گریه نکن. به حال این پیر ماهی های درمانده گریه کن. یکی از ماهی ها از دور داد کشید: توهین نکن نیم وجبی. دومی گفت: اگر بروی و بعدش پشیمان بشوی، دیگر راحت نمی دهیم. سومی گفت: اینها هوس های دوره جوانی است، نرو. چهارمی گفت: مگر اینجا چه عیبی دارد؟ پنجمی گفت: دنیای دیگری در کار نیست، دنیا همینجاست، برگرد. ششمی گفت: اگر سر عقل بیایی و برگردی، آن وقت باورمان می شود که راستی راستی ماهی فهمیده ای هستی. هفتمی گفت: آخر ما به دیدن تو عادت کرده ایم. مادرش گفت: به من رحم کن، نرو، نرو. ماهی کوچولو دیگر با آنها حرفی نداشت. چند تا از دوستان همسن و سالش او را تا آبشار همراهی کردند و از آنجا برگشتند. ماهی کوچولو وقتی از آنها جدا می شد گفت: دوستان، به امید دیدار، فراموشم نکنید. دوستانش گفتند: چطور می شود فراموشت کنیم؟ تو ما را از خواب خرگوشی بیدار کردی، به ما چیزهایی یاد دادی که پیش از این حتی فکرش را هم نکرده بودیم. به امید دیدار، دوست دانا و بیباک.